وقتی که مختار قاتلان کربلا را مجازات می کند، عده‌ای ساده‌لوح می گویند به خدا قسم مختار برای حکومت قیام کرده است. اما این واقعیت ندارد، زیرا اگر مختار برای حکومت قیام کرده بود می گفت به جهنم بگذار قاتلان کربلا و امام حسین بگردند و زندگی کنند. اما مختار به روشنی می دانست که نباید شمر و دیگر قاتلان کربلا زنده بمانند، که اگر آنها زنده می ماندند ضربه دیگری بر پیکر اسلام و بشریت وارد می کردند. اما مختار خیلی به شمر و قاتلان کربلا فرصت نداد و آنها را خیلی سریع به سزای اعمالشان رساند، و این اشتباهی است که بسیاری از ما آن را تکرار و ترویج می کنیم. اما عده‌ای ساده‌لوح می گویند فرض کنیم که مختار برای حکومت قیام نکرده بود، مختار اصلا برای چه قیام کرد؟ قاتلان کربلا روزی که خود می مردند اصلا چه لزومی داشت که مختار قیام کند؟ و این اشتباه دیگری است که بسیاری از افراد ساده‌لوح آن را تکرار و ترویج می کنند. اما مختار ثقفی مردی هوشمند بود که توانای هدایت و راهنمایی مردم را داشت. یکی از سوالاتی که تا اینجا مطرح شده است این است که چرا مختار ثقفی به قاتلان کربلا امان نداد، زیرا قاتلان کربلا و شهدای کربلا آنقدر پس فطرت بودند که آنچه مختار با آنها کرد زیاد اثر نبود و شاید برای این جهان کافی و اندازه بود. مختار روحیه‌ای بسیار جنگنده داشت، به طوری که میتوانست ساعت ها بی وقفه بجنگد. و این یعنی مظلومیت مختار ثقفی که تا وقتی که ایشان برای خونخواهی سید و شهدا قیام می کنند، عده‌ای نادان و احمق می گویند به خدا قسم که مختار برای حکومت قیام کرد. وقتی که مختار به شمر و دیگر قاتلان کربلا امان نمی دهد و فرصت نفس کشیدن نمی دهد، پس
این نشان دهنده این است که مختار برای حکومت قیام نکرد و انگیزش برای این قیام فقط خونخواهی بود. البته غیر از مختار افراد دیگری نیز برای خونخواهی سید و شهدا به پا خواستند، از جمله سلیمان ابن سرد خزایی، فرمانده گروه توابین. اما قیام و انتقام مختار از نوع دیگری بود. مختار خیلی کم به قاتلان کربلا و شهدای کربلا فرصت نفس کشیدن داد. مختار به روشنی میدانست که اگر قاتلان کربلا از جمله شمر بیشتر از این زنده بمانند، بنی امیه نیز فرصت را غنیمت شمرده و ضربات هولناک دیگری را بر پیکر اسلام ناب محمدی وارد می کردند و مختار این را به روشنی می دانست و مختار به راستی که بهشتی است. در سوالی دیگر آمده است که دی ساده‌لوح می گویند مختار عاقبت به خیر نشده است و این هم نیز حقیقت ندارد. مختار منتقم خون سید الشهدا و قاتلان کربلا است، پس دلیلی ندارد که خداوند مختار را دوزخی کند. مختار ثقفی مردی بسیار قدرتمند بود و بازوانی بسیار پرقدرت داشت، تا جایی که میتوانست ساعتها بی وقفه با شمشیر بجنگد. و عده‌ای ساده‌لوح این سخن را ترویج و تکرار می کنند و می گویند که مختار برای حکومت قیام کرد و جالبتر این که آنها قسم به نام خداوند می خورند، در حالی که می دانند قسم دروغ سزایش آتش است. تا جایی که خداوند در قرآن نیز می‌فرماید و نیز برای شما پسندیده نیست که به نام من به دروغ سوگند بخورید. و فقط انگیزه مختار در این قیام فقط خونخواهی بود، آن هم خونخواهی فرزند رسول خدا. و اگر مختار برای حکومت قیام کرده بود، در روز اول قیام از منبر بالا نمی رفت و این سخن را برای مردم ابلاغ نمی کرد. مختار در بالای منبر به مردم این گونه خطاب می کرد که ای مردم، به خدا قسم اگر
واقعی کربلا نبود، به خدا قسم من دلیلی نمیدیدم که حکومت تشکیل دهم. اما من به خدا سوگند این حکومت را فقط برای خونخواهی ساختم. و یکی از سوالاتی که تا اینجا مطرح شده است این است که چرا جناب مختار ثقفی بعد از کشتن قاتلان شهدای کربلا حکومت را به امام سجاد واگذار نکردند؟ زیرا امام سجاد علیه السلام در مدینه بودند و مدینه تحت تسخیر آل زبیر بود و از سوی دیگر آل زبیر به محمد انفیه و بنی هاشم نیز فشار آوردند تا با آل زبیر بیعت کنند، ولی جناب حنفیه قبول نکرد و به عبدالله ابن زبیر جواب منفی داد. درود و سلام خداوند بر جناب مختار ابو عبید ثقفی، به امید ظهور و حضور مهدی صاحب الزمان اجل الله تعالی فرج الشریف. پاینده و عزیز باشید یا علی ابن ابی طالب و خلافت برحق او.